سرخط مهمترین خبرها. راز سرعت چشمگیر طالبان در تصرف افغانستان. ملاقات انس حقانی با شماری از رهبران سیاسی و واکنش کریم خلیلی به تصرف کابل از سوی گروه طالبان. با نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. مشروع خبرها. محمد کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان که در پاکستان به سر می برد، در واکنش به تحولات اخیر کشور گفته است که انحصار و تصاحب قدرت به نفع آینده کشور و هیچ طرفی نیست. خلیلی روز چهارشنبه 27 اسد در صفحه فیسبوکش نوشته است: رویداد اخیری که طی آن پایتخت کشور از سوی تحریک طالبان تصرف شد، بار دیگر کشور ما را در یک دگرگونی عظیم روبرو ساخت. این دگرگونی تنها در بعد نظامی و سیاسی خلاصه نمی شود، بلکه پیامدهای آن ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را نیز در بر می گیرد. او افزوده است که با جمعی از سیاسیون کشور به اسلام آباد سفر کرده است تا حمایت مقام های دولت پاکستان را برای کمک به تشکیل یک حکومت فراگیر، همشمول و مبتنی بر تفاهم و عدالت در افغانستان جلب نمایند. رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان تاکید کرده است که پاکستان حمایتش از دایه تشکیل یک حکومت همشمول و مبتنی بر رضایت همه مردم، شخصیت ها و محورهای سیاسی افغانستان را به شکل روشن اظهار کرده است. این در حال است که انس حقانی عضو هیئت مذاکره کننده طالبان به کابل آمده است. او با شماری از رهبران سیاسی از جمله عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و فضل هادی مسلمیار دیدار کرده است. سفارت افغانستان در تاجیکستان نیز از پلیس انترپول خواسته است که محمد اشرف غنی، حمدالله محب و فضل محمود فضلی را به اتهام دزدی بیت المال بازداشت کنند تا ثروت مردم برگشتانده شود. محمد ظاهر اخبر سفیر افغانستان در دوشنبه روز چهارشنبه 27 اسد با برگزاری نشست اعلام کرده است که بر اساس قانون اساسی کشور در نبود یا فرار یا مرگ رئیس جمهور، معاون اول عهده‌دار امور مملکت می شود که در حال حاضر امرالله صالح سرپرست رسمی مقام ریاست جمهوری است. سفیر افغانستان در دوشنبه تاکید کرده است که جهان باید بداند که نماینده رسمی افغانستان در سازمان ملل متحد بر حال و پرچم کشور به عنوان هویت ملی در تمام کشورهای جهان در اهتزاز است. این سفارت از تمام نمایندگی های سیاسی جمهوری اسلامی افغانستان خواسته است که پرچم ملی را همچنان در اهتزاز نگه دارند. و در پایان بی بی سی دری در یک خبرنامه می نویسد: راز سرعت چشمگیر طالبان در تصرف افغانستان چیست؟ جاناتان بیل، خبرنگار امور دفاعی بی بی سی، در مقاله به دلایل قدرت گرفتن فوری طالبان و سقوط دولت اشرف غنی پرداخته است. سرعت طالبان در تصرف افغانستان موجب شگفتی همگان شده است. بر اساس یک گزارش اطلاعاتی آمریکا، نهادهای امنیتی ایالات متحده تصور می‌کردند که حمله طالبان به کابل ممکن است هفته‌ها پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان رخ بدهد. همینطور پیش‌بینی می‌شد که کابل بتواند دست کم 90 روز مقاومت کند. پس چه شد؟ چطور ارتشی که توسط نیروهای ناتو به مدت 20 سال آموزش داده شده بود به این سرعت تسلیم شد و فرو پاشید؟ برای کاغذ ارتش افغانستان دست بالا را داشت. نیروهای پیاده سوار، هوایی و پلیس افغانستان روی هم بیش از 300 هزار نفر بودند، اما شمار زیادی از سربازان ارتش افغانستان در جنگ ها مجروح شدند. همچنان فساد اقتصادی در ارتش عامل دیگری برای ضعف آن بود.
مشهور بود که فرماندهان به نام سربازانی که اصلا وجود خارجی نداشتند معاش و بودجه دریافت می‌کردند. جک والتینگ، کارشناس در انستیتوت خدمات نظامی متحده، می‌گوید که حتی سران ارتش هم دقیقاً نمی‌دانستند چقدر سرباز دارند. همینطور اغلب سربازان ارتش در محل خدمتشان بیگانه بودند و تعلق خاطری نداشتند. همین شد که فرار را بر قرار و دفاع ترجیح دادند. شمار سربازان طالبان هم دقیقاً مشخص نیست. بر اساس آمار منتشر شده توسط مرکز مبارزه با تروریسم در آمریکا، طالبان 60,000 نیروی اصلی دارند که به همراه هواداران و جنگجویان گروه‌های متحد تعدادشان به 200,000 جنگجو می‌رسد. اگرچه برخی صاحب نظران میگویند که آنچه به عنوان طالبان شناخته می شود یک گروه تک قطبی نیست و شاخه های دارد که لزوماً 100% پیرو رهبری طالبان نیستند. در این مورد هم تصور می شد که ارتش افغانستان دست بالا را داشت. بر اساس گزارش سیگار، تا تابستان امسال ایالات متحده بیش از 88 میلیارد دلار صرف تجهیز و آموزش ارتش افغانستان کرده است. اما همین گزارش می افزاید که قضاوت در باره این که آیا این مبلغ به درستی مصرف شده یا نه به مقاومت ارتش و قدرتش در رزم بستگی دارد. ارتشی که البته فروپاشید. قدرت مالی طالبان عمدتاً از تجارت مواد مخدر و کمک دولت‌های خارجی از جمله پاکستان سرچشمه می‌گیرد، اما نیروهای طالبان با تصرف شهرها و تجهیزات نظامی و اسلحه ارتش هم دسترسی پیدا کردند. با وجود غیر متمرکز بودن نیروهای طالبان، به نظر می‌رسد که در ماه‌های اخیر حساب شده‌تر رفتار کردند. بن بری، یک نظامی پیشین بریتانیا که حالا در یک مرکز مطالعات استراتژی کار میکند، میگوید اگر من قرار بود کارزاری را طراحی کنم، بدون شک نمیتوانستم بهتر از طالبان برنامه ریزی کنم. او میافزاید اینکه طالبان به جای تمرکز روی مناطق جنوبی، این بار سراغ شمال و غرب افغانستان رفتند. هم غیر منتظره بود و هم دست بالا را به آنها داد. طالبان توانستند سرحدات کلیدی را در تصرف خود در بیاورند. آنها همچنین در یک رشته قتل‌های هدفمند مقامات دولتی، فعالان حقوق بشر و خبرنگاران زیادی را که می‌توانستند علیه طالبان مقاومت و مخالفت کنند کشتند. آهسته اما پیوسته بسیاری از دستاوردهای 20 سال گذشته را از بین بردند و همین دولت را در موقعیت بسیار شکننده قرار داد. قدرت تبلیغاتی طالبان را هم نباید دست کم گرفت. بسیاری معتقدند نبرد تبلیغاتی آنها دست کمی از نبرد شهر به شهر سربازانشان نداشته است. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید. منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما هستیم. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.